خاطرات زندان از زندان، قسمت اول، اجتماع و تبانی. خب، من عبدالرسول مرتضوی هستم و الان حدود 4 سال و 3-4 ماه که زندانی جمهوری اسلامی هستم و در این 4 سال و چند ماه در زندان‌های وکیل‌آباد، اوین، رجایی شهر و هم‌اکنون در زندان اصفهان هستم. خب سعی می‌کنم که خاطرات زندان رو از ابتدا تا الان در قسمت‌های مختلف به شکل غیر رسمی حضورتون بیان کنم. خب برمیگردیم به 20 مرداد 1398 که ما دستگیر شدیم، اما قبل از اون باید بدونیم که ما در واقع قرار گذاشتیم که در حمایت از دکتر کمال جعفری یزدی که به 10 سال زندان محکوم شده بود در مقابل دادگستری مشهد تجمع کنیم و به قول اینها میگن ما اجتماع و تبانی کردیم. برای تبانی اومدیم و با هم تماس هایی گرفتیم و قرار شد که در مقابل دادگستری تجمع کنیم. خب اکثر بچه ها فکر میکنم از خود مشهد بودن، مثل آقای محمد حسین سپهری، بعد آقای هاشم خواستار، آقای واحدیان، آقای لعل محمدی، خود آقای جعفری و بعضی ها مثل من که تهرانی هستند و در اون موقع من در اصفهان زندگی میکردم به خاطر اینکه به تازگی در اصفهان ازدواج کرده بودم و 1 سال اونجا ساکن بودم و آقای غلام حسین بروجردی که از گرگان اومد. خدمت شما عرض کنم که ما قرار شد که در مقابل دادگستری اجتماع کنیم. خب من 1-2 روز قبل به تهران اومدم و از تهران هم اتفاقا ویدئویی دادم و گفتم که ما قصد داریم چنین کاری بکنیم، یعنی در واقع همگی اعلام کرده بودیم و مسئولان هم که میدونستن، به خصوص مسئولان اطلاعاتی و اینها. خلاصه یادم هست که اون شبی که فرداش ما دستگیر شدیم، من را افتادم از خب قبلش که اومده بودم تهران، از تهران اومدم به سمت مشهد چون ظاهرا اتوبوس گیر نیورده بودم، تا نیمه های راه اومدم و بعد تکه تکه اومدم و ساعت 2 نیمه شب تقریبا رسیدم به منزل آقای لعل محمدی در مشهد و دیدم که دوستان هم هستن. آقای واحدیان بود، آقای جعفری بود و همینطور آقای غلام حسین بروجردی اومده بود و ما یه گپی زدیم و یکی دو ساعتی و بعد خوابیدیم و فردا صبح فکر می‌کنم ساعت بودن 8-9 بود که بیدار شدیم. و دیدیم که خب آقای نوریزاد هم از تهران به ما ملحق شد با خانم نازنین و یک خانم دیگه که اسمش رو فراموش کردم. خب من خیلی خوشحال شدم آقای نوریزاد رو دیدم اونجا، اولین بار بود که چهره به چهره میدیدیم هم دیگه رو، هرچند که تماسایی به صورت پیام و اینها داشتیم، دورا دور هم دیگه رو میشناختیم و البته اولین ملاقات من البته با آقای واحدیان و دیگر دوستان بود. خلاصه راه افتادیم و رفتیم خونه آقای هاشم خواستار، آقای هاشم خواستار که از اونجا بریم مقابل دادگستری. منزل آقای هاشم خواستار هم 1-2 ساعتی موندیم و
فکر میکنم هم حدودا شاید هم کمتر. و آقای نوریزاد که بسیار خوشخط هم هستند اونجا پلاکاردهایی رو نوشتند، متنایی که آماده کرده بودیم در حمایت از آقای دکتر جعفری که به ناحق به 10 سال زندان به خاطر هیچ و پوچ محکوم شده بود. و راه افتادیم به طرف دادگستری و اونجا تجمعی کردیم. من فکر میکنم که شاید نیم ساعت یا 1 ساعت بیشتر نگذشته بود که دیگه آقایون اطلاعاتی اومدند و ما رو دستگیر کرد. حالا خاطرهایی که در این هنگام دارم، یکی به صدا این بود که آقای نوریزاد رو میدیدم که سیگار میکشه و جالب بود که میگفت سیگار کشتن رو از 60 سالگی شروع کرده و اون هنگام فکر میکنم حدوداً 65-6 سالش بود که الان حدوداً 70 سال باید سن داشته باشه. و این که روبرو دادگستری ایستادیم و بچه ها بعضیشون فیلم میگرفتند و قرار شد که صحبت کنه. آقای نوریزاد صحبت کرد، آقای سپهری قرار بود صحبت کنه که این فیلمش بعدا منتشر بشه که البته نشد، ظاهرا همه اون موبایل ها رو گرفتن. نکته اینجا بود که یه آقایی هم با دوربین پیشرفته داشت از ما فیلم برداری میکرد و انتظامات دادگستری که در جریان نبود اومد جلوگیری کرد از این، از این کار این، و آقای هاشم خواستار حمایت کرد از این که یعنی چی آقا بذار فیلمشو بگیر و اینها. و بعد فهمیدیم که این آقا هم مأمور اطلاعات بوده که ما حالا به خیال سادهمون فکر میکردیم که خب از بچه از مردمی که داره بسیار فیلم میگیره خب چه بهتر که این فیلم منتشر میشه. و بعد متوجه شدیم که نه اشتباه میکردیم. خلاصه ونی اومد و ما رو راهنمایی کردن به سمت ون که البته یه درگیری جزئی هم اونجا صورت گرفت. و خلاصه ما سوار ون شدیم و آقایان بودن دیگه، آقای غلام حسین بروجردی بود، آقای که از آمل بود و اسمش رو نمیدونم چرا الان فراموش کردم، و خانم ها بودند و 10 نفر سوار ون شدیم و 4 نفر هم با یک پژوی آورده شدیم به ظاهراً حفاظت دادگستری. بعد از اونجا بالاخره منتقل شدیم به دادگاه و دادگستری که من حالا اونجا رو نمیشناختم و آقای سلیمانی که بازپرس بود و بازپرس یه قرار وثیقه سوری برای ما صادر کرد و ما همگی رو فرستاد به زندان وکیل‌آباد مشهد. در اونجا خب ما 2 روز اونجا بودیم که واقعا ایام بسیار شیرینی بود. درسته که دستگیر شده بودیم اما در کنار همدیگه چون همگی مبارز بودیم و ارتباط معنوی با هم داشتیم بسیار خوشحال بودیم که همگی در کنار همیم. ما را بردن در بند 6-1 که بند امنیتیه، بند امنیتی زندان وکیل‌آباد هست و اونجا در یک اتاقی، اتاق 1 که ممنوع الملاقات و ممنوع تماس هست، اونجا حبسمون کردن و ما 10 نفر بودیم که خب یه 2-3 نفر هم البته ناآشنا بودن اونجا، فقط در حمایت اومده بودن و ما آشنایی چندانی با اونها نداشتیم. و چیزی که میخوام بگم اینه که چقدر حبس کشیدن با آقای نوریزاد مسرت بخش و جالبه. این آدم شخصیت بسیار جالبی داره، از هر دری میتونه سخن بگه و بسیار مهربان و خوشبیانه. خب اونجا رو ایشون به محض اینکه دیگه وارد شد یا فکر کنم فردای اون روز گفتش که
آقایون، البته در اون اتاق 3-4 نفر دیگه از زندانیان موادی و نمیدونم سرقتی و اینها هم بودن و ما 10 نفر حدوداً 14-15 نفر تو اون اتاق بودیم. گفتش که هر کی به مدت یک رو حالا یا خاطره‌ای میگه یا شعری میخونه یا آوازی و اینها، این رو به اصطلاح هر کسی بیاد و این یه فعالیتی انجام بده. بعد که ما یادم هست که خب یکی دو نفر خاطره گفتن و من هم آهنگی رو خوندم، یکی سال سقوط سال 2000 داریوش و یکی هم یک آهنگی بود از معین. که خب خیلی هم مورد تشویق قرار گرفتم. خب آقای نوریزاد فقط تاکید داشت که تو شعر به این طولانی رو چجوری حفظ کردی و آقای هاشم خواستار یه جور خاصی به من نگاه میکرد و اینها و همگی برحال همراه با تحسین بود و آقای غلام حسین بروجردی که شروع کرد به شعر خواندن که اشعار بسیاری رو حفظ بود. منتها خب من فقط آهنگ حفظم، یعنی اگر آهنگ رو ازش بگیرن شعر نمیتونم به راحتی حفظ کنم. بعد دیگه تصمیم گرفتیم فردای اون روز وارد اعتصاب قضا بشیم که خب ما حالا تجربه زندان نداشتیم، اما آقایان نوریزاد و آقای هاشم خواستار اینها تجربه داشتن و گفتن که آره اینجوریه و قرار شد که اعتصاب قضای تر داشته باشیم، یعنی بتونیم آب بنوشیم اما بیشتر نه. حالا دیگه کم کم بهش ظاهرن این روزا چایی و اینها هم اضافه شده، ولی خب اون هنگام اینجوری بود که ما وارد اعتصاب قضا شدیم و موقعی که کسی وارد اعتصاب قضا میشه بایستی بره نمیدونم تحت نظر باشه و معمولا میبرن انفرادی و ما 10 نفر با هم بودیم که بعد از ظهر همون روز همه ما رو خواستند و رفتیم از مجموعه وکیل‌آباد بیرون و آقای نوریزاد که اطلاع داشتن قبلا تجربه داشتن گفتن که ما رو میبرن اطلاعات و ما رو همگی بردند اطلاعات، در واقع اداره اطلاعات مشهد در بازداشتگاه. این که در اونجا چی گذشت در قسمت دوم خدمتتون عرض خواهم کرد. امیدوارم سرتون درد نیاورده باشم. تا قسمت بعد خدا نگهدار. و امروز هم که 10 آذر ماه 1402 هست و من در زندان مرکزی اصفهان محبوسم. خدا نگهدار.